برادران عزیزم، زنان سراسر ایران که شیفته و بیقرار آزادی و برابری هستید، زنان شجاعی که در زندانهای سیاسی مقاومت میکنید، زنان و مردان برابری طلب و آزادی خواه، روز جهانی زن را به همه شما تهنیت میگویم. و به ده‌ها هزار زن دلیری که در نبرد با رژیم ولایت فقیه شکنجه شدند یا به شهادت رسیدند درود می‌فرستم. خوشحالم که امسال مراسم روز جهانی زن با حضور گروهی از هزار زن پیشتاز اشرفی برگزار می‌شود. بله، هزار زن پیشتاز اشرفی که در سالهای گذشته حفاظت از آنها در برابر حملات رژیم آخوندی بخشی از کوشش‌ها و مبارزات خواهران ما در سراسر جهان بود. انتقال امن و سالم مجاهدین از لیبرتی به خارج عراق، آن هم به صورت جمعی و سازمانی، یک شکست سنگین برای رژیم ولایت فقیه بوده و هست. آنها چنان که با موشکبارانهای وحشیانه نشان دادند، می‌خواستند نیروی محوری آلترناتیو رژیم خود را کمرشکن کنند، اما شکست خوردند. همچنین باید از زنان والا و ارجمند از سراسر جهان که شماری از آنها امروز در اینجا حضور دارند، به خاطر یاری و حمایت ذی‌قیمت آنها از زنان اشرفی صمیمانه قدردانی کنم. همبستگی با هزار زن پیشتاز اشرفی در سالهای اخیر یکی از درخشانترین و کارآمدترین پروژه‌های زنان و همچنین از افتخارآمیزترین جنبش‌های همبستگی در سراسر جهان بود. به همه این خواهران عزیزم در کارزار همبستگی درود می‌فرستم. و از آنها انتظار دارم که کوشش‌های خود را در حمایت از مبارزه زنان ایران برای برقراری آزادی و برابری در ایران گسترش دهند. دوستان عزیز، خواهران و برادران، حضار گرامی، رژیم ایران در نظر مردم جهان با صدور تروریسم و جنگ و بنیادگرایی و همچنین تلاش برای ساختن تسلیحات هسته‌ای شناخته می‌شود. در نتیجه دو واقعیت مهم کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اول اینکه این رژیم به موازات صدور تروریسم و بنیادگرایی به کشورهای منطقه عامل اشاعه زنستیزی به آنها نیز هست. از این رو مهمترین تهدید علیه دستاوردهای زنان در جهان امروز به حساب می آید. دوم اینکه زنان مقاوم ایران نقش تعیین کننده‌ای در مقابله با بنیادگرایی حاکم داشته و دارند. این واقعیت که در ایران بیشترین سرکوب‌ها متوجه زنان است، کار دفاعی آخوندها در برابر تهدید موجودیت رژیمشان است. تحمیل حجاب اجباری و همچنین تبعیض‌های فاحش علیه زنان، اون هم در محیط‌های آموزشی و شغلی، همه برای به بند کشیدن زنان است. وگرنه آخوندها نمی‌توانند حکومت خود را حفظ کنند. و به دست همین زنان و با همت عموم مردم سرنگون می‌شوند. و درست در نقطه مقابل، زنان نیز نقش اثرگذار و بالنده خود را در مبارزه علیه استبداد مذهبی نشان داده‌اند. به عنوان مثال، در صحنه نبرد با پاسداران، در مقاومت‌های بی‌نظیر در اتاق‌های شکنجه و زندان‌های رژیم،
در صف اول تظاهرات و قیام ها، در سازمان دادن اعتراض های معلمان، کارگران و سایر اعتراض کنندگان، در سازمان دادن و رهبری یک جنبش اجتماعی و سیاسی و بین المللی علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران، و همچنین در مسئولیت پذیری فعال در جنبش سازمان یافته مقاومت ایران. می‌خواهم این واقعیت را توضیح بدهم که اگرچه برای دهه‌ها هدف مبارزه زنان و موضوع روز جهانی زن رفع نابرابری و خشونت علیه زنان بوده است، اما امروز علاوه بر آن رسالت فراتری بر دوش زنان قرار گرفته که نجات جوامع بشری از بنیادگرایی و تروریسم است. در این مورد اجازه بدهید که به یک تجربه خاص جنبش مقاومت ایران اشاره کنم. در دهه 1370 که امر رهبری زنان در سطوح مختلف پیشاروی جنبش مقاومت ما قرار گرفت و سازمان کار این مقاومت را تغییر داد، زنان این جنبش قدم در راهی گذاشتند که الگوی از پیش آماده‌ای برای آن وجود نداشت. آنها بران شدند که هرچه را که نشانی از نابرابری، از نادیده گرفتن زنان و از موانع مشارکت جمعی دارد کنار بگذارد و به جای آن مناسبات نوینی برقرار کنند. آنها به خود و توانمندی‌های خود باور کردند و توانستند قول ناباوری که مانع بزرگ آنها بود را کنار بزنند و خود را از اسارت تفکر و نگاه کالایی رها کنند. به جای کنش پذیری و مسئولیت گریزی، مسئولیت پذیر شدند. ترس از شکست و ضعف نشان دادن در مقابل هجوم سختی ها را از خود دور کردند و در روابط میان خود صمیمیت و خواهری برقرار کردند. در دهه 1380 بر اثر اشغال عراق توسط آمریکا و بعد از آن توسط رژیم ایران، همه به یاد دارید که اوضاع بسیار دشواری به وجود آمد. به دنبال آن رژیم ایران به کمک دولت دستنشانده خود در عراق اشرف را محاصره کرد و به جنگ بی‌رحمانه‌ای برای انهدام مجاهدین رو آورد. همزمان استبداد مذهبی با بهره‌گیری از سیاست مماشات دولت‌های غربی، با هجوم همه جانبه به این مقاومت، قصد نابودی آن را داشت. در این اوضاع طاقت فرسا رهبری زنان مجدداً به آزمایش کشیده شد. و سؤال اصلی این بود که آنها چگونه توانستند این خرق عادت و این تغییر فرهنگ هزاران ساله را به نحوی انجام دهند که تداوم هم داشته باشد. واقعیت این است که از ابتدای این تحول رهبری زنان در جنبش ما جا به جایی مدیریت مردان با مدیریت زنان نبود. حضور زنان در سطوح مختلف رهبری و مدیریت البته که گامی به پیش است، اما اگر با دگرگونی اساسی در فرهنگ و در مناسبات زن و مرد همراه نباشد و مادامی که برابری و همبستگی را برقرار نکند، این دستاورد بازگشت پذیر است. پیام تازه مقاومت ما درست در همین نقطه است. اینکه رهبری زنان وقتی به صورت یک نهاد پایدار به بار می‌نشیند که ضرورتاً
با مسئولیت پذیری مردان مؤمن و معتقد به برابری همراه باشد. بدون وجود چنین مردانی که آرمان برابری را پیشاروی خود قرار داده و برای برقراری آن قیام کرده اند، رهبری زنان صورت واقعی به خود نخواهد گرفت. درود بر این مردان. بنابراین این کسانی که میگویند قرن 21 قرن زنان است، درست میگویند. اما باید مفهوم آن را خاطر نشان کرد که رهبری زنان به معنی هدایت روابط انسانی به سوی برابری حقیقی زن و مرد و به میدان آمدن صفی طولانی از مردان معتقد به برابری است. آن مناسباتی که بر نابرابری زن و مرد متکی است، نظامی که زنان را به حاشیه میراند و نظامی که امکان مشارکت بخش اعظم مردم در امور کشورشان را از بین میبرد، لاجرم نتیجهش قدرت طلبی بی انتها، استبداد و انحصار طلبی و تصمیم گیری های پنهانی و همچنین اتلاف منابع کشور و فساد و سرکوب است. راه حل این بحران که در جهان کنونی فراگیر شده، رهبری زنان است. تأکید میکنم هر جا که دموکراسی نیست، بدون مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی نمیتوان آن را به دست آورد و نمیتوان به آن دست یافت. در سال 1390 خانم دانیل میتران فقید در پیامی به زنان و مردان اشرفی گفت: دوستان عزیز و نازنین اشرفی من، تدارک آینده به بهای فداکاری شما به دست می آید. اما تنها این نیست. همه باید الگویی را که شما برای تمام ستم دیدگان ترسیم می کنید و پیام امیدی که با خونتان خطاب به بشریت می نویسید را همواره مد نظر داشته باشند. همچنین خانم فرانسواز هریتیه، مردم شناس معروف فرانسوی، نیست سال گذشته با اشاره به تجربه زنان در اشرف و لیبرتی گفت: این تجربه اگر پاسخ بگیرد، الگویی برای کل بشریت خواهد شد. این به مثابه پیامی است به زنان. از کودکی این واکنش غیر طبیعی به هر زنی تحمیل شده که بگوید من هیچ وقت نخواهم توانست، زیرا در حیطه مردان است. حالا این پیام به زنان میگوید به این تحمیل تن ندهند و باید قبول کنند که جسورانه دل به دریا بزنند. خواهران و برادران عزیزم، دوستان عزیز، برای ایران آزاد فردا، اما ما بر امر برابری زنان با مردان تأکید ویژه داریم و آن را لازمه سرنگونی استبداد مذهبی و همچنین تضمین دموکراسی در ایران فردا می‌دانیم. برابری در عرصه حقوقی و قضایی، برابری در خانواده، برابری در فرصت‌های اقتصادی و همچنین مشارکت فعال و برابر در رهبری سیاسی. ما برای آزادی و حق انتخاب آزادانه زنان به پا خواسته ایم، از جمله حق انتخاب شغل، حق طلاق و حق انتخاب پوشش. رژیم حاکم بر ایران عامل عقب نگه داشتن و به انحطاط کشاندن جامعه ایران و همچنین تمام منطقه است. این رژیم
عامل دین اجباری، منشأ تفرقه افکنی حول مسئله شیعه و سنی و مسبب رواج سنگسار و قوانین ضد بشری، آن هم به بهانه اجرای قوانین اسلام است. از ملت‌های خاورمیانه بپرسید دشمن اصلی حیات و موجودیت شما کیست؟ از مردم سوریه بپرسید چه رژیمی در کشتار نیم میلیون هموطنان بی‌پناه شما مددکار اصلی بشار اسد است؟ از زنان سوری بپرسید چه نیروی شریری است که میلیون میلیون زن سوری را بی خانمان و بی پناه و آواره کرده؟ و چه رژیمی بود که با پاسداران و شبه نظامیان خارجیش حلب را به خاک و خون کشید و آن همه کودک معصوم و زنان بیگناه را پرپر کرد؟ و امروز می‌بینیم که عوامل و فرستادگان آخوندها حتی در کشورهای بالکان نیز در حال ترویج افکار بنیادگرایانه و زمین سازی تروریسم هستند. همه این فاجعه ها و مصیبت ها از استبداد مذهبی حاکم بر ایران جاری شده و می شود. از زنان ایران که امروز میلیون میلیون در آتش اختناق و انواع اجبارات خرد کننده و فقر و محرومیت می سوزند، تا زنان آواره سوریه و عراق، بله بله، همه با دشمن واحدی مواجهند. در نتیجه مبارزه مشترک و هدف مشترکی دارند و داریم که همانا به زیر کشیدن رژیم استبداد مذهبی حاکم بر ایران است. آری، تغییر در ایران و امروز من میگویم در تمام جهان با پیشتازی زنان محقق می شود و این امری است که باید به آن قیام کرد. و سرانجام خطابم به شما زنان و مردان آزاده ایران است که از اینجا صدای مرا می شنوید. آزادی با فداکاری و قیمت دادن به دست می آید. با جرأت و جسارت بر سرکوب و تحقیر شوریدن. با شجاعت و امید مقاومت کردن و با مبارزه بی امان هزار اشرف و هزار کانون شورش و نبرد را برپا کردن. آری، می توان و باید، می توان و باید رژیم ولایت فقیه را سرنگون کرد و می توان و باید آزادی ایران زمین را به دست آورد و یک جمهوری آزاد و برابر برپا کرد. این آزمایش و مسئولیت تک تک ماست. پس برای آن و برای درانداختن طرحی نو بپاخیزیم. درود بر همه شما.